بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بخش خبری ساعت 18، خوش آمدید. معاون شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تأمین زمین برای بیش از 213,000 متقاضی مسکن شهری در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت در حال حاضر کاربری زمین ها مشخص و پروانه ساخت آنها هم اخذ شده و در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. به گفته آقای سهرابی تا کنون 11,000 واحد از مسکن شهری به بهره برداری رسیده. در واقع پروژه ها به حمدالله با آهنگ خوبی در حوزه تولیگری بنیاد مسکن در حال انجام هست و اکثر پروژه ها داره وارد مراحل تکمیل صفر کاری و نازک کاری میشه. انشالله بتونیم در اسرع وقت به شرط تأمین تسهیلات بانکی انشالله تحویل بدیم. تا قبل از عید فکر میکنم بتوانیم حدود 5-6,000 واحد در واقع دیگر اضافه کنیم و اگر تسهیلات بشه در یک سال آینده به جهت اینی که ما تعداد زیادی در مرحله صفر کاری و نازک کاری داریم قطعا میتونیم عملکرد قابل توجهی داشته باشیم. 5-6,000 واحد رو تحویل میدیم بله. تا قبل از سال؟ بله انشالله حتما تحویل میشه. چهارمین جلسه رسیدگی پرونده چای دبش برگزار شد. در این جلسه از دادگاه نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور از متهمان بانکی به علت ارائه تسهیلات به مدیر عامل گروه دبش با وجود داشتن تعهدات ارزی منقضی شده، ایجاد تعهدات بدون اعتبار سنجی دقیق و تایید ثبت سفارش ها به رقم تعهدات منقضی شکایت کردند. همچنین ظرفیت سنجی بیش از نیاز مشتری، قاچاق سازمان یافته کالا از طریق اظهار اسناد جعلی گمرک و واردات حجم عمده چای فاقد استاندارد، پولشویی و تحصیل مال نامشروع از دیگر عناوین مجرمانه است که در گزارش‌های سازمان بازرسی ارائه شده. در این جلسه از دادگاه متهم ردیف اول هم بعد از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست به پرسش‌های قاضی پاسخ داد. نوزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در 4 بخش شعر کلاسیک، شعر نو، شعر محاوره و درباره شعر فراخوان داد. این جشنواره با هدف معرفی و شناخت شاعران جوان و گسترش همدلی با پارسی‌گویان دنیا برگزار می‌شود. علاقه‌مندان آثار خود را تا اول دی به دبیرخانه جشنواره واقع در خیابان انقلاب ارسال کنند. از برگزیدگان این جشنواره زمستان امسال در آیین اختتامیه قدردانی خواهد شد. ایجاد زیرساخت‌های رصد کشاورزی با راه اندازی سامانه بسیج جامعه کشاورزی. رئیس بسیج جامعه کشاورزی گفت این سامانه آمار روزانه در حوزه کشاورزی را با شناسه ارتباطی مجزا برای هر کشاورز ثبت می‌کند. این بخشی از گزارش سال گذشته از افزایش عملکرد کشاورزان البته با کمک مربیان و کارشناسان بسیج جامعه کشاورزی بود. یه مدتی بود که در واقع هرچی زحمت میکشیدیم هیچ بود و با توجه به شناختی که و آشنایی که با جامعه بسیج مهندسین داشتیم ما در تمام هفته و وقتشون رو گذاشتن برای ما و محصولات ما رو ساپورت کردن. خوشبختانه امسال نسبت به سال دیگه بسیار عالی و پربارتر هستش. این بچه های بسیج کشاورزی آمدن ما رو راهنمایی کردن چجوری کود بدین، چجوری از چه بعضی استفاده کنید. این باقی که الان مشاهده میکنید از علم و کمک برادران بسیجی و مهندسین کشاورزی استفاده کردم و تونستم این باغو با محصولاتی ارگانیک به وجود بیارم. بیشتر کشاورزی هم ذرت دانه و علوفه هست. توی چند سال خدا شکر به فضل خدا و همکاری دوستان و مهندسین بسیج کشاورزی کشاورزیمون رو به رونقه. با پایان سال زراعی 1402 سطح زیرکشت کشاورزان تحت آموزش کارشناسان بسیج نزدیک به 1,600,000 هکتار رسید. در این طرح مهندسین بسیج کشاورزی و مربیان جهش تولید همراه کشاورزان هستند. به روستاهای مختلف میریم، کلاس‌های آموزشی برگزار می‌کنیم به صورت بازدیدهای منظم و پیوسته به صورت هفتگی. بر اساس رصد آمار بسیج جامعه کشاورزی فاصله میانگین تولید محصولات کشاورزی نسبت به تولید کشاورزان نمونه حتی به 21 برابر هم میرسه که میشه اونو با اجرای طرح‌های آموزشی کاهش داد. ظرفیت موجودی که هست اگر درست ازش استفاده کنیم، اگر با بکارگیری علم و دانشی که در اختیار داریم این علم و دانش رو منتقل کنیم به مزرعه، ما میتونیم 500 میلیون نفر رو غذا بدیم. برای 90 میلیون نفر ما الان داریم چیزی نزدیک به 12 تا 15 میلیون دلار به طور متوسط سالانه
واردات انجام میدیم. حالا بسیج جامعه کشاورزی با آماده سازی زیرساخت یک سامانه آماری تلاش میکنه تا با ارائه آمار بروز کشاورزی هدفمند در کشور ایجاد بشه. این سامانه رو در از طی چند سال که کار شده الان مراحل نهاییش رو طی میکنه. هر اتفاقی تو بخش کشاورزی میفته ثبت میشه به شکل به قول من روزانه. اثرش اینه که دیگه شما آمارت کاملا دقیق میشه و کسی دیگه نمیتونه آمار اشتباه بده و به روزم هست، آنی هم هست. سید محمد تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما. رژیم صهیونیستی در جدیدترین حملات به لبنان، مرکز بیروت و زاهیه در جنوب آن را هدف قرار داد. در این حملات همزمان چندین ساختمان در زاهیه بمباران شدند. صهیونیست‌ها پیشتر هم بارها مناطق شرقی و جنوبی لبنان از جمله بوقا و سور را هدف حملات خود قرار داده بودند. در این حملات شماری شهید و زخمی شدند. مقاومت اسلامی لبنان در پاسخ به این حملات چند مقر و تجمع نظامیان صهیونیست در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات پهپادی و موشکی خود قرار داد. اصابت موشک‌ها به نهاریا منجر به زخمی شدن سه صهیونیست و قطع برق در این منطقه شد. در حملات به کریات شمونه هم چند ساختمان آسیب دیدند. حمله دوم گروه سایبری هنزله به شرکت پوششی سیلیکام صهیونیست‌ها. این گروه سایبری اعلام کرد در موج دوم حمله اطلاعات تمام 300 رایانه این شرکت صهیونیستی پاک شد. گروه سایبری هنزله اعلام کرده این حمله با وجود حضور کارشناسان ارشد امنیتی یگان 8220 در این شرکت انجام شده و در سه روز گذشته بعد از حمله اول آنها نتوانستند رایانه های این شرکت را پاکسازی کنند. سه روز پیش هم گروه سایبری هنزله با انتشار تصاویری اعلام کرد بزرگترین و مخوفترین شرکت پوششی واحد 8220 رژیم صهیونیستی را هک کرده و تمام 40 ترابایت اطلاعات آن را به دست آورده. شرکت سیلیکام مسئول طراحی و اجرای ایستگاه‌های جاسوسی الکترونیکی واحد 8220 و موساد در سراسر جهان را بر عهده دارد. اعضای کلیدی و مدیران ارشد شرکت سیلیکام هم از افسران مخفی رده بالای صهیونیست در واحد 8220 هستند. و اخراج نماینده رژیم صهیونیستی از یک نشست جهانی. نماینده رژیم صهیونیستی که در نشست مجمع جهانی ائتلاف تمدن‌های ملل متحد در پرتغال حضور یافته بود با اعتراض نمایندگان کشورهای اسلامی مجبور به ترک محل نشست شد. آقای عراقچی وزیر امور خارجه هم به دعوت مشترک سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه پرتغال در این اجلاس حضور دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد در این اجلاس بر ضرورت پایان هرچه سریعتر جنگ در غزه و لبنان تاکید کرد. نشست ائتلاف تمدن‌های ملل متحد هر دو سال یک بار با مشارکت دبیر کل سازمان ملل متحد و مقامات عالی رتبه کشورها و سازمان‌های بین المللی برای بحث و تبادل نظر درباره موضوعات و چالش‌های عمده جهان برگزار می‌شود. خیلی ممنون از همراهیتون. شب و روز بر شما خوش. خدا نگهدار.